با یاد ایزد پاک، درود به شما همه دوستان، یاران همیشگی و نوآشنای ما، عصر همگیتون بخیر. خرسندیم که یک بار دیگر در یک بعد از ظهر بهاری گرد هم اومدیم، به بهانه که البته بهانه نیست، به بلندای آرمانی، به بلندای نام ایران و مردان بزرگش، و بگوییم و بشنویم از پیر فرهنگ این کهن مرز و بوم. اما خیلی بیشتر دوست می‌داشتیم که از حضور گرم آقای دکتر اسلامی ندوشن هم بهره بگیریم، اما خوشخبرم که حامل پیامی از طرف ایشون هستم و افتخار قرائت اون رو دارم. از همه کسانی که در جلسه حضور دارند و از همه کسانی که دستن در کار این برنامه بودند تشکر می‌کنم. من هرگز نخواستم که عناوین نکوداش و بزرگداش شامل حال من بشود. این به هیچ وجه در روش و سبک من نبوده است. یکی این که در این سالها این عناوین روی هم رفته مبتذل شده و اشخاص ناهمگونی تحت این موضوع معرفی گردیدند. البته افراد با صلاحیتی در بین آنها بودند، ولی یک نواخت و یکسان نبوده و چه بسا که مقداری بهره برداری های خاص نیز از این امر شده است یا نظریاتی خاص پشت آن بوده است. به هر حال من به خود اجازه ندادم که در این رده قرار بگیرم. دومین علت آن است که من هر چه خواستم خیلی بیش از آنچه سزاوارم بوده است از خوانندگان خود و از مردم ایران گرفتم و چیزی طلبکار نیستم. اعتقاد من همیشه این بوده است که باید به پایه ها رفت. به این سبب من هرگز وارد سیاست نشدم. سیاست را از طریق فرهنگ دنبال کردم، زیرا فرهنگ پایه سیاست است. رفتار و جهانبینی مردم است که سیاست را می سازد. مردم به منزله یاخته های تن کشورند. اگر جهانبینی نادرست در آنان رسوخ کند، همان گونه می شود که یاخته ها از غذای نادرست تغذیه کنند و بدن از کارکرد سالم باز بماند. این احساس خوشنودی را نمی توانم پنهان دارم که بیش از هر کس دیگر دو کلمه ایران و فرهنگ بر قلمم رفته است. در مورد ایران سوء تفاهم نشود، همان گونه که بارها گفتم منظورم وطن پرستی خام و احساساتی نیست، منظورم قدر شناسی نسبت به یک دفینه تمدن است. اما فرهنگ مفهوم وسیع و عام آن را در نظر داشتم، یعنی جهان بینی و رهیافت زندگی، یعنی آنچه هویت قومی و شخصی انسانی یک ملت را تشکیل می‌دهد. و از نوشتن بیش از یک هدف نداشتم و آن این بود که حق انسانیت خود را ادا کنم. به افتخارشون. از استاد غلام حسین امیرخانی که البته نام آشنای او در هنرمندان و به ویژه هنرمندان خوشنویسی ایران هستش، ایشون نایب رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران هم هستند، ازشون تقاضا میکنم به روی صحنه بیان و برای شما سخنانی رو ایراد. با عرض سلام و عصر بخیر، خوش آمد به فرزانگان و فرهیختگان و استادان عالی مقام که به ما این افتخار رو دادن که در خانه هنرمندان ایران برای تجلیل و گرامی داشت از یکی از فرزانگان و بزرگان معاصر ایران که خدمات ایشون برای به خصوص طبقه جوان و به نوعی پیوند زدن اندیشه و افکار جوانان این روزگار با ارزش‌های معنوی و فرهنگی و تاریخی این سرزمین بر کسی پوشیده نیست، در این جلسه تشریف آوردید. باز هم برای ما موجب افتخار هست که از تاریخ تأسیس انجمن خوشنویسان، انجمن معذرت می‌خوام، من چون در حدود 50-60 سال با انجمن خوشنویسان ایران پیوند داشته فعالیت هام، توی ذهنم این نام تکرار میشه و فرقی هم نمی کنه، چون خوشنویسی یکی از هنرهای ملی و تاریخی ماست و
و به نوعی پیوندش با فرهنگ ما، تاریخ ما به یک ترتیب خیلی عمیق و مؤثری دیرینگی داره و به نوعی شناسنامه ماست و در این حال با ادبیات ما به نوعی پیوند و همراهی داره که از این بابت هم برای ما افتخاری است که در این رشته هنری تاریخی شاگردی میکنیم و در حد امکان پاسداری میکنیم. به هر حال خانه هنرمندان ایران از ابتدای تشکیلش تا امروز روز به روز و سال به سال شاهد رونقی بودیم که به مناسبت رعایت همه موازینی که در ذهن ما به عنوان کسانی که به فرهنگ و انسانیت احترام میذاریم و به کشور خودمون که به نوعی سرزمین فرهنگ و ادب هست و در دنیا جایگاه بسیار شایسته‌ای داره، این خانه نمایندگی میکنه تمام کسانی که برنامه‌هایی دارن برای تجلیل از مقام معنوی و ارزش کسانی که در این مسیر تلاش میکنن، مثل جناب آقای دکتر اسلامی ندوشن و حتی کسانی که از خارج از ایران برنامه‌های علمی، هنری، فرهنگی، تاریخی دارند، انتخاب اولشون خانه هنرمندان ایرانه. از این بابت ما افتخار میکنیم که به تلاش و کوشش همکاران ما و نمایندگان صنوف مختلف هنری ایران که تا امروز که در خدمت شما هستم حدود 12 انجمن هنری در شورای عالی خانه هنرمندان ایران عضویت دارند. احتمالاً چون بعضی از شما عزیزان این سابقه رو نداشته باشید، تکرار بنده و اشاره بنده به جاست که در واقع اینجا یک مرکزیت و محوریتی داره و نمایندگی میکنه کلیه هنرهای ایران رو، از سینما، تئاتر، موسیقی، شعر و ادبیات، معماری و هنرهای نقشی. به هر حال چون با نام و عنوان برنامه‌های ایران شهر اینجور جلسات ترتیب داده شده و نمیدونم این جلسه چندمینش باشه، اگه دوستانی تشریف دارن به من یادآوری کنن که بیان این مطلبم جالبه که برنامه های ایران شهر شاید جلسه چندمش باشه که بنده آمارشو ندارم الان. به هر حال متنی برای این که توضیح نسبتاً مختصر و در این حال شایسته ای از این برنامه‌ای که به نام شب‌های ایران شهر معرفی شده من از روی متن براتون میخونم و در پایان قرائت این متن پیوند خودم و اینکه چگونگی ارتباط من با دکتر اسلامی ندوشن موجب ارادت ویژه‌ای شده از جانب بنده به عنوان یک کسی که در این حال افتخار دارم که شاگرد تاریخ هم هستم، شاگرد ادبیات هم هستم، توضیح میدم خدمتتون. به هر حال بابت توضیح این شب‌ها و این فضا این متن رو تقدیم حضورتون میکنم. ایران شهر ما را به یاد چه چیزی میاندازد؟ پهناور بودن، زیبایی، قدرت، ثروت، طبیعتی پاک و زیبا با نفس‌های سالم و یا ایران شهر همه اینها را که داشته باشد باز هم چیزی کم دارد؟ همه زیبایی ها را هم که داشته باشد ایران شهر نیست اگر مردمانی با پندارها، کلمه ها و هنرهای ماندگار در آن زندگی نکنند. بیایید تصور کنیم ایران شهر فقط به سبب وسعت، زیبایی و گنج هایی که در طبیعت خود نهفته دارد مایه غرور و دلتنگی ما نیست. بیایید تصور کنیم ایران شهر به این دلیل خاطر انگیز و بزرگ است که ایرانیایی را در دل خود داشته است که فرهنگ و هنر را با بیانی بهتر انسان و گیتی را محترم می داشتند و رعایت می کردند. بیایید تصور کنیم ایران شهر جایی است که در آن قصه های زیبایش را علی حاتمی دیدنی کرده است و جلال ستاری این قصه ها را به فرهنگ و تاریخ پیوند داده است. بیایید بیاد بیاوریم که ایران شهر همان جایی است که ناصر تقوایی آدمهایش را روایت کرده است و قیصر امینپور
از واقعیتش شعر ساخته. پیرنیا جایی برای زندگیش کرده است و نقش ماندگار دیوارهایش را سهراب سپهری از شبنم و برگ تازه کرده است. آری، خاطره ما امروز و ایران شهر همین لحظه که محمد علی اسلامی ندوشن در اون نفس می کشد واقعیت پیدا کرده. ایران شهر تاریخ ما نیست، نباید اجازه دهیم تا در تاریخ ما حبس شود. ایران شهر همان معاصر بودن است، همان معاصر بودن ماست، همین لحظه که هستیم. و اگر زشت است این ماییم که زشتیم، و اگر زیباست زیبایی های از ماست. شبهای ایران شهر چیزی جز یادآوری گرامی داشت و تلاشی کوچک برای گسترش زیبایی های ایران شهر نیست. ایران شهر تنی نیست برای رساندن بهترین صداهای ایران، برای رساندن بهترین صداهای ایران امروز به ایران روزگار ما، برای رساندن صدای بهترین ترانه ها و شعرها به خاک و دریا و کوه زیبای ایران، تا بدانند که مردمانی در این لحظه زنده اند که به اندازه اونها زیبا و به قانون بودن پایبندند. ستودن این بزرگان بزرگ داشته چهره خود ما در آینه های پاک و بیزنگار این فرزانگان است. این چهره ها که شبهای ایران شهر از آن ایشان است، تجسم اون کمالی هستند که فرهنگ و روزگار امروز ما را شایسته است. آری، با خود این گونه زمزمه می کنیم که بزرگی از ما و دوران ما چندان دور نیست. همین لحظه و همین حالا شاید لحظه متولد شدن ستاره یا ستارگانی باشد که روزی خواهند تابید استوار بر قدرت تابشی که امثال اسلامی ندوشن به آنها بخشیدند. اما بنده در خاتمه این بخش که به عنوان خوش آمدگویی به حضرات عالی پیش بینی شده بود، پیوند خودم رو به عنوان یک شاگرد مشتاق تاریخ با آقای دکتر اسلامی ورسون میرسونم. شاید حدود 20 سال پیش یا 25 سال پیش بنده به خاطر اینکه احساس کردم مثل خیلی از شما که نسل جدید و جوان ما به دلایل متعدد و به خاطر گرفتاری هایی که مربوط به روزگار ماست و شهرنشینی، مخصوصا شهرهای کلان مثل تهران، چگونه وقت همه ما رو به خودش اختصاص میده و فرصت نمی کنیم و وقت فراغتی نمیمانه معمولا برای اینکه ما بپردازیم به اون بخشی از زندگی معنوی خودمون که به اصطلاح رشد دادن امروز و دیروز و فردای ما در برنامه ما بگنجه. گرفتاری های روزانه و معیشتی خلاصه دایره آنچنان تنگ کرده به همه ما که فرصت نمی کنیم با اون ارزش های عزیز و عظیم فرهنگی و تاریخی خودمون که میتونه به ما معرفت ببخشه و چراغ روشنی باشه در ذهن ما که امروز خود رو خوب ببینیم و برای فردای خودمون بتونیم پیش بینی کنیم که چگونه حرکت کنیم. و این بینش و به اصطلاح روشنایی ذهنی حاصل نمیشه مگر اینکه اول ما با تاریخ خودمون به اون صورتی که شایسته هست ارتباط برقرار کنیم. و این تاریخ هست که تجربه روزگاران گذشته ما رو به ذهن ما به عنوان یک انسان امروز پیوند میده و ما یک مرتبه اگر اون دقت و توجه رو داشته باشیم و اشتیاقی هم در دل ما بجوشه، ممکنه که یک مرتبه یک موجود 1000 ساله بشیم، یک موجود 2000 ساله بشیم با همه اون داشته ها و تجربه ها. و طبیعتاً اون وقت این انسان شایستگی پیدا میکنه که امروز خودش و روزگار خودش و کشور خودش و دنیا رو بسازه. به هر حال بنده با این انگیزه خدمت آقای دکتر اسلامی رسیدم و عرض کردم آقای دکتر، جوانای امروز ما و عموماً مردم ما در این روزگار فرصت و امکان ندارن که مثلا با این کتاب سترگ و بزرگ مثل شاهنامه پیوند برقرار کنن، اون رو مطالعه کنن و از این اسطوره و تاریخ و حماسه و حکمت بتونن دریافت معنی بکنن، چون نه وقتش دارن نه اون بنیه قبلی برای اینها فراهم شده که بتونن از این کتاب بزرگ یا مثلا کتابی مثل مثنوی و سعدی و حافظ و دیگر بزرگان ما
که مجموعه تجربه ها و داشته های فکری و فرهنگی و معنوی سرزمین ما هستند استفاده کنند. یا حتی اغلب اینها سواد خواندن از روی این کتاب ها رو ندارند، برای اینکه شیوه آموزش پرورش امروز این اجازه رو نمیده بهشون. پس من خواهش میکنم که شما راجع به عظمت شاهنامه و شخصیت عزیز فردوسی در یک متن کوتاهی که برای جوان امروز به خصوص قابل خواندن و بهره‌مندی ایجاد بکنه، یعنی در یک نشست بتونن بخونن، در یک مختصری این معنا رو شما بگنجونید و البته که به شایستگی از قلم و هنر این مرد من فکر میکنم که برامد، به خاطر اینکه آقای دکتر اسلامی از اون فرهیختگان و دانشوران چند وجهی هستن، با وجود اینکه همه شما که اهل قلم و اهل فکر و ذکر هستید یقیناً حقیقت طلبی در کانون مرکزی فکر اندیشه شماست، خوشبختانه و باید هم باشه. اما این کانون مرکزی اندیشه و فکر ما که حقیقت خواهی و حقیقت گویی هست از لحاظ روش فرق میکنه. دکتر اسلامی از اون کسانی است که قصار نویسی همراه رعایت آداب و ادب هنر که به نوعی در نوشته های ایشون موج میزنه، خواننده حس نمیکنه یک تاریخ بیروح گزارشگونه رو میخونه و میشنوه، حظ میکنه از جمله بندی این مرد هنرشناس و هنرمند و در این حال یک جور تلخیص کرده تمام مثلا شاهنامه و شخصیت و عظمت فردوسی رو که خواننده واقعا پی میبره به اینکه چه جایگاهی داره این اثر. به هر حال بنده خواستم در این مختصر پیوند خودم و ارتباط خودم رو از این بابت هم با جناب دکتر اسلامی خدمتون عرضه کرده باشم. البته این رو هم بگم که حدود شاید 10 سال پیش دو بیتی های بسیار زیبایی که در این حال یک ارتباط بسیار عمیقی با ادبیات ما به عنوان ادبیات شعر و ادب ما داره و همین که انگار مسائل امروز ایران و جهان رو در این دو بیتی ها گنجانده باشه. کتاب اول به نام سرو سایفکن بود که اسمش یادم رفت بگم، راجع به شاهنامه و فردوسی. کتاب دوم که به صورت دو بیتی است و بنده توفیق نوشتن اون رو به صورت خوشنویسی پیدا کردم با عنوان بهار در پاییز مطرح شده، عنوان شده. من از این که فکر میکردم ایشون در ایران تشریف دارن، الان شنیدم که هنوز از کانادا تشریف نیاوردن و به هر حال هر جا هستن برای ایشون آرزوی سلامت داریم، امیدواریم که به زودی برگردن و در این حال عدم حضور ایشون هم مشکلی نداره، برای اینکه پیوند ما با ایشون یک پیوند معنوی و عاطفی و فکری است و ارادت ما یک نوع ارتباطی است که نزدیکی و دوری نمی‌شناسه. خیلی متشکرم. در این قسمت از برنامه از استاد فریدون مجلسی، شاگرد و یار دیرینه آقای دکتر اسلامی ندوشن، دعوت می‌کنم که به روی صحنه بیاد و از برای ما از راز این تک درخت و ارزش سایه سر و سایه افکن بگوید. با سلام، برای من مایه افتخاره که در این موقعیت برای استاد خودم، درباره استاد خودم صحبت بکنم. وقتی آقای صادقی که باید از زحماتی که برای تهیه این برنامه کشیدن تشکر کنم، به من میگفتن میخوام یه همچین برنامه‌ای درست بکنم، با دکتر اسلامی ندوشن صحبت کردم، مخالفت کرده و اون موقع دکتر اسلامی در ایران بود. گفتم شما خودتون چه عقیده دارید، کار خودتون رو بکنید. دکتر اسلامی ندوشن اگه بود
کار خودش رو میکرد. ایشون به دلایل مختلف شاید مایل نباشه در یه همچین وضعی حضور داشته باشه، یا این تصور بده که خودش خواهان تشکیلی همچین جمعی بوده. حالا ایشون نیست، ولی وقتی آمدیم دیدیم کسی است که پیش از اینکه جلسه شروع بشه، وقتی من آمدم دیدم که این سالن به هر حال پر شده، دوستدارانشون در اینجا کم نگذاشتن. دکتر اسلامی ندوشن در سال 46 که یعنی برخوردها و بعضی وقتا تو زندگی باعث میشه که یک شخصی که از یه مسیر دیگری میره در یه مسیری قرار بگیره که در زندگیش تأثیر میذاره. من سرباز بودم، افسر وظیفه بودم، تصمیم گرفتم که با این کارهایی که دوست نداشتم از فرماندهم یک اجازه ویژه بگیرم که اجازه میداد من بعد از ظهر از ساعت 2 به بعد بتونم تحصیل کنم. اینو بردم به جای معافی گذاشتم تو دانشگاه و قبول کردن که در دوره فوق لیسانس مشغول بشم. در اون دوره با دکتر اسلامی ندوشن آشنا شدم که استاد حقوق اساسی تطبیقی بود. خب برای خیلی از حضار شاید این موضوع کمی عجیب باشه، بلکه غالبا دکتر اسلامی ندوشن رو از دید ادبی و از دید اجتماعی و نظراتی که تو روزنامه ها و مجلات و کتاب ها خوندن میشناسن، نه از یه دید حرفه‌ای. در ایشون دکترای حقوق داشت، یه مدتی هم قاضی بود. در کتاب روزها درباره دوران قضاوتش می نویسه. هیچ وقت از حرفه قضایی خودش صحبتی نمی کنه، انگار این رو دوست نداشته. درباره دوستانش صحبت میکنه که من یه همکارانی داشتم، اینا خیلی خوب بودن و اینجوری بود، با اون یکی چه تماسی داشتیم و در عصرها که با هم جمع میشدیم چه میگفتیم و چه میکردیم، در حالی که صبحهایی رو که تمام وقت رو میگرفت و مشغول کار بودن رو اصلا انداخته دور. در یک زمان در جوانی من یه همکاری داشتم در وزارت خارجه، به من میگفت که در اسپانیا من یه خانواده رو دیدم که یه بچه سیاه پوستی رو به فرزند خواندگی پذیرفته بودن و تعجب میکردم که این بچه خیلی زود متوجه میشه که بابا من چرا این رنگی هم، اونا بچه های دیگه یه جوری دیگه هستن و شاید به اصطلاح بین اینها احساس بکنه که کمتر کوچکتر چیزی هست. از اون خانواده پرسیدم، گفتن ما از روز اول به این بچه گفتیم تو بدون که تو خیلی عزیزتر از اونا هستی، چون اونا رو خدا به ما داده، تو رو خودمون انتخاب کردیم. من بی اختیار یاد اون نکته افتادم. به این دلیل میخوام بگم که دکتر اسلامی ندوشن حقوق خونده بود، استاد حقوق بود، اون رو به اصطلاح مسیر زندگی در پیش راهش گذاشته بود، اما ادبیات اون چیزی بود که خودش انتخاب کرده بود و اون بینش حقوقی مؤثر بود در شناخت‌های بعدی اجتماعی که این به اصطلاح دانش بزرگ ادبی او نسبت به گذشته ایران درش خیلی مؤثر بود. من یکی دو روز پیش در یکی از زمینه یکی از روزنامه‌ها یادداشتی خوندم از یکی از متفکرین بسیار سرشناس ایرانی که من او رو به عنوان یک روشنفکر می‌شناسم. شاید از روی انفعال در این پاسخ نوشته بود ما در ایران اصلا هیچ روشنفکری نداریم. بعد در مثال‌های خودشون که به هنر اهمیت ویژه‌ای داده بود، خب اون هنر اهمیت ویژه‌ای هم البته داره، مثلا از موزارت به عنوان یک نمونه روشنفکری نام برده بودن، در حالی که موزارت نظری ابراز نمی کنه. موزارت زیباترین آهنگ ها رو می سازه، اون هم در سنین بسیار نوجوانی و تا جوانی و بالاخره هم در جوانی فوت می کنه. فیلمی رو که درباره زندگی موزارت ساختن شاید باور کردنی نباشه، انسان فکر می کنه که آدم اصلا از سلامت روانی کاملی هم برخوردار نبوده. خب در فیلم ها شاید یه مقدار مبالغه میشه در این نقاط ضعف و اینها،
ولی و تصمیم گرفتم که بر صحبت اینجا که شاید وقت زیادی هم نباشه راجع به جنبه روشنفکری دکتر اسلام نودوشن صحبت کنم که آقای ملکیان بالاخره در این زمینه حرف مطلب دیگری برای گفتن من باقی نگذاشتن. بله، و جمع‌بندی نظرات ایشون میتونم یه نکته بزرگی رو که اون روشنفکر منفعل ما توجه بهش نداشتن این است که ما دانشکده‌ای و رشته‌ای به نام روشنفکری نداریم که یه دم برن و در اونجا روشنفکری بخونن و یاد بگیرن و بعدم بیان به قول جناب ملکیان شغل روشنفکری رو براش انتخاب کنن. این یه جوهر درونی یک شخصی که در شرایطی که زیسته و بزرگ شده و زندگی کرده به این راه کشیده میشه که بر جامعه خودش تأثیر گذاره، نمیخواد مراد باشه، نه دوستدار مریده. اون نکته‌ای که مهم است استقلال ذهنی است و آزادیش از هر گونه انقیاد نسبت به گذشته و گذشتگانی است که دانششون نسبت به ما و آیندگان قطعا کمتر بوده. با دانش کمتر که نمیشه رهبری یک جامعه آگاهتری رو هیچ وقت به عهده گرفت. نمیشود گفت که تعصب چیز بدی است. تعصب برای کسی که روشن فکره چیز محدود کننده است. برای دیگران میتواند در قالب فکری نمیدونم دموکراتیک خیلی هم آموزنده باشه. من تصمیم گرفتم چند سطری رو از مقاله‌ای که به همین مناسبت دیروز نوشته بودم در روزنامه اطلاعات چاپ شده بود چند سطرش رو بخونم، برای اینکه انسان اون چیزی رو که مینویسه احساساتش رو سعی میکنه به یه نحو بهتری بپرورونه و بیاره که شاید در بیان به اون صورت نباشه. فقط پیش از اینکه اینو بخونم، در پیام آقای پروفسور رضا دیدیم که چگونه ایشون به این میبالد که من دکتر اسلامی نودوشن رو کشف کردم، آوردم و در دانشگاه. و این بالیدن به کسی که ایشون یکی از بزرگترین ریاضیدانان جهان بوده، سمت‌ها داشته، کارها داشته، به هیچ کدوم از اینها نمیباله. البته خب مناسبت 90مین سال روز زندگی دکتر اسلامی نودوشن هست، ولی با یک نوع افتخاری از این موضوع ایشون نام میبره که واقعا تأثیرگذار هست. من در اون مقاله خودم نوشته بودم که گاه در دشت و بیابانی، گاه بر تپه یا کوهی عریان و خشک، تک درختی میبینی که حیرت میکنی که اگر این دشت و آن کوه درخت پرور است، چگونه است که جز این تک درخت نپرورانیده؟ و اگر درخت پرور نیست، راز آن تک درخت در چیست؟ گویی فرهنگ و ادب ایران زمین نیز چنین است. ناگهان از کنجی دور تک نوای حنظلی بادقیسی به گوش می رسد که نوزایی زبان فارسی را نوید می دهد. سپس جدا جدا تک درخت ها جان می گیرند و پدیدار می شوند، خواه در شعر و ادب، خواه در فلسفه و ریاضیات و علوم و هیئت. رودکی سمرقندی، ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، فردوسی طوسی، ابانصر فارابی، خیام نیشابوری، خوارزمی، جلال الدین بلخی، نظامی گنجوی، مسعودی، ابوالفضل بیهقی، خواجوی کرمانی، عبید زاکانی، سعدی و حافظ شیرازی. گویی بادقیس و سمرقند و بخارا و فرغانه و توس و بلخ و گنجه و بیهق و فاریاب و زاکان، حتی شیراز، همچون مکاتب فلسفی معاصر فرانکفورت و شیکاگو و پاریس و وین و محافل دانشگاهی آنچنانی و پژوهشگده‌های ویژه‌ای داشتند که اینان فراورده‌هایشان بوده باشند. چنین نبوده است.
آن مکانها در شمال دشت، شمار دشتهای خشک و نیمه خشک و سراهای گلین بودند که تک تک درختها در آنها رویده و بالیده اند و به جای اینکه شهرت از شهر و دیار خود برده باشند، شهر و دیارشان را شهرت بخشیده اند. شاید بتوان گفت آنان از تبار همان دهقان مداری اصیلی باشند که فردوسی صریحاً خود را در آن شمار می داند. دهقانان نه به معنای امروزی روستایی و کشاورز ساده، در واقع تجلی اشرافیت فرهنگی جامعه ایران بودند که میراث این فرهنگ را از نسلی تحویل گرفته، بار آن را به دوش کشیده و سنگین تر از گذشته به نسل دیگر منتقل کرده اند. دهقان نه قدرتمند است نه بازرگان، اما به قول امروزی ها ریشه در خاک دارد. خیلی ممنون و متشکرم. با عرض سلام به محضر همه خانوم ها و آقایان و عرض ادب و احترام به محضر همه و علل خصوص اساتید خودم و اساتید فرهنگساز کشور ما که در این جلسه حاضرند. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن به صورتی که من در جاهای دیگری گفتم هم حقوقدانند، هم شاعر، هم منتقد، هم مترجم، هم پژوهشگر، هم استاد دانشگاه و هم روشنفکر. اما من از میان این عناوین هفتگانه در این جلسه فقط بر مؤلفه و جنبه و ساحت روشنفکری این مرد بزرگ تکیه میکنم و به این جهت، یعنی از این جهت که فقط بر روشنفکری این مرد تکیه میکنم و بقیه ابعاد وجودی و آثار فرهنگی ایشون رو فعلا مقفول میگذارم، از این لحاظ بحثم رو درباره روشنفکری دنبال میکنم و معتقدم ویژگی هایی که برخواهم شمرد درباره روشنفکری همه با درجات متفاوت و البته در حد عالی در دکتر محمد علی اسلامی ندوشن هم هست. چیزی که مورد تأکید بنده است در این جلسه این است که روشنفکر، اعم از این که روشنفکر ایرانی باشه یا روشنفکر غیر ایرانی و اعم از این که روشنفکر دینی باشه یا روشنفکر سکولار یا روشنفکر لائیک، به نظر می رسد که اگر کارکرد درست روشنفکری رو بخواد در خودش به انجام و به تحقق برسونه، چاره ای جز این نیست که لااقل به زعم بنده 9 تا ویژگی رو در خودش جمع بکنه. البته همه این 9 تا ویژگی هر کدام یکایک ذو مراتبند و بنابراین یک روشنفکر میتونه از بعضی از این 9 فقره در مرتبه های بالاتری و در بعضی از جهات در مرتبه های پایین تری قرار بگیره، ولی این که روشنفکری فاقد ویژگی از این 9 ویژگی باشه به نظر میاد که هرچه نباشد مؤثر در این که در کارکرد خودش اون روشنفکر موفق نباشه. من با توجه به این که 20 دقیقه وقت بیشتر در اختیار ندارم، فقط و فقط سعی میکنم این نکات رو شمارش کنم
و به یک توضیح مختصر در باب هر یکی اکتفا بکنم. اول چیزی که به نظر میاد ما در روشنفکران موفق میبینیم اینه که روشنفکران موفق شأن روشنفکری خودشون را شغل و حرفه نمیدانند. از اون طرف یک مشغله پردازی و علق پردازی هم نمیبینند، بلکه چیز سومی تلقی میکنند. برای اینکه این واضح بشه عرض میکنم که هر کدام از ما از روزی که به دنیا میایم تا روزی که از دنیا میریم همه فعالیت هامون در طول زندگی به سه دسته بزرگ قابل تقسیمه. یک سلسله از فعالیت های ما فعالیت هایی است که برای این به اون فعالیت ها میپردازیم که از طریق اون فعالیت یا فعالیت ها بتونیم کسب درآمد کنیم. این فعالیت قسم اول را ازش تعبیر میکنیم به شغل، حرفه. این شغل و حرفه البته ضرورت معیشتی ما رو وامی داره به ورود در اون، ولی به صورتی که جای تفصیلش در اینجا نیست، پرداختن به شغل و حرفه یک وظیفه اخلاقی هم هست. این یک کار. دومی که ما در زندگی و قسم دومی از فعالیت‌هایی که می‌کنیم اوناییست که من ازش تعبیر می‌کنم به علق پردازی‌ها، یا به تعبیر کمی نزدیک به این اون چیزی که ازش تعبیر می‌کنیم در زبان انگلیسی به هابی. علق پردازی‌های هر کسی در واقع فریادهایی است که شخصیت و منش او از درون برمی‌کشه و از شخص می‌خواهد که به کارهای خاصی بپردازه. اون وقتی که شما از کار اداریتون فارغ شده اید و سوار یک وسیله نقلیه اید و میرید برید به طرف مثلا منزلتون، اگر پیش خودتون گفتید خب حالا میرم که، تا میگید میرم که فلان کار رو بکنم، شما دیگه سر و کار دارید با علق پردازی ها و هابی های خودتون. حالا هابی من ممکنه شطرنج بازی کردن باشه، شما رمان بخونید، کسی سینما یا تئاتر بره، کسی اسب سواری میکنه، کسی پیاده روی میکنه، کوهنوردی میکنه و الی ماشاءالله فعالیت ها. هیچ کسی نیست که به مقتضای عوامل پنجگانه ای که شخصیت و منش او رو میسازن یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، این تا هابی، علق پردازی نداشته باشه. نپرداختن بالفعل به این علق پردازی ها یک آتش و گرسنگی معنوی و روحی در آدم ایجاد میکنه که اینو با هیچ چیز دیگری نمیشود جبران کرد. اینم کار دومی است که ما در زندگیمون میکنیم. اما کار سومی در زندگیمون ما میکنیم که یک تفاوت اساسی با کار اول و دوم داره و اونیه که کار اول و دوم، یعنی هم شغل و حرفه و هم هابی ها و علق پردازی ها، همه جنبه ایگویستیک دارند، یعنی جنبه خودگزینانه دارند، یعنی به این کارها وارد میشوم برای اینکه سودی به خودم میرسونن. کار سومی هست که من ازش تعبیر میکنم به رایگان بخشی. این دیگه جنبه ایگویستیک نداره، جنبه آلترویستیک داره. رایگان بخشی یعنی این که هر کسی دیر یا زود ممکنه در طول عمر خودش بعضی از اوان نوجوانی و بعضی حتی در دیرتر از سالهای 80، دهه 80 زندگیشون، کمابیش به هر حال هر کدام از ما به این نتیجه میرسیم که یک نوع رایگان بخشی هم ما باید به هم نوعان خودمون داشته باشیم. این که مبانی نظری این رایگان بخشی چیه من فعلا بهش کار ندارم، ولی اجمالا عرض میکنم که هر که دقت بکنه و در هر موسمی از سن خودش و در هر مقطعی از عمر خودش اگر دقت بکنه میرسه به این که هر چیزی از جهان هستی دریافت کرده به رایگان دریافت کرده، استحقاقشو نداشته، کما این که اون چیزهایی رو هم که دریافت نکرده به جهت عدم استحقاقش نبوده. فرایند جهان هستی فرایند رایگان بخشیه. هر چیزی به ما داده میشه رایگان به ما بخشیده میشه. ما نبودیم و تقاضا ما نبود که من استحقاقی و لیاقتی قبل از دریافت کردن داشته باشم، کما این که اون چیزهایی رو هم که دریافت نکردم از هستی به خاطر عدم لیاقتم نبوده.
این نکته که فرایند جهان هستی مبتنی بر یک رایگان بخشی بی استثناست، این وقتی در آدم محقق میشه، اون وقت به نظرش میاد که خوبه من یک میلیاردومی از رایگان بخشی هایی رو که در طول زندگی دریافت کردم اینو به هستی برگردونم. این رایگان بخشی یعنی کاری برای هم نوعان خودم و برای جهان طبیعت به طور کلی کردن بدون اینکه هیچ گونه دستمزدی مطالبه بکنم، این همون چیزی است که در لسان و زبان متعارف‌تر ازش تعبیر می‌کنیم به اخلاقی زیستن. اخلاقی زیستن یعنی رایگان بخشی. حالا نکته اولم این بود که اول ویژگی روشنفکران موفق اینه که روشنفکری رو شغل و حرفه خودشون تلقی نمی‌کنند، علق پردازی خودشون هم تلقی نمی کنن، هابی خودشون نیست، بلکه روشنفکری رو مصداقی از مصادیق رایگان بخشی تلقی می کنن. فقط روشنفکرانی که روشنفکری خودشون رو رایگان بخشی خودشون تلقی می کنن، خدمت خودشون به هم نوعان خودشون و در سطح کوچکی به شهروندان جامعه خودشون تلقی میکنن، اینا در کارکرد روشنفکری خودشون کاملا میتونن موفق باشن. این ویژگی اول. ویژگی دوم اینه که روشنفکر باید حقیقت طلب باشه و برای حقیقت طلب بودن اول خاصیتی که باید ما در روشنفکر ببینیم اینه که روشنفکر ایدئولوژیک نباید باشه و ایدئولوژیک بودن رو هم باز به معنای خاصی به کار میبرم، نه به معانی عدیده‌ای که به کار برده میشه. ایدئولوژیک بودن دقیقاً معناش اینه که معتقد باشم فلان مسئله راه حلش در یک جا پیدا شده، دیگه پرونده اون مسئله رو مختومه کنید، یا فلان مشکل راه رفعش در یک جایی پیدا شده است، دیگه در باب اون مشکل پرونده رو مختومه کنید. اگر من عقیده داشته باشم که موضوعی یا مسئله‌ای یا مشکلی راه حلش و راه رفعش پیدا شده به توسط فلان مکتب، فلان سنت، فلان جنبش، فلان گرایش، فلان دین، فلان مذهب، فلان کیش، فلان آیین، فلان مسلک، فلان مشرب، فلان مرام، فلان اسم، بالاخره یکی از اینها راه حل فلان مسئله رو الالعبد عرضه کرده است و دیگه هیچ بحثی درباره اون مسئله و راه حل اون مسئله نباید کرد، یا فلان مشکل رو راه رفعش رو فلان مکتب عرضه کرده است و دیگه پرونده این مشکل و راه رفع این مشکل رو اون مکتب الالعبد بسته است و دیگه درباره اون مسئله یا مشکل دیگه جای گفتگو نیست، واضح است که چگونه اون مسئله رو باید حل کرد و چگونه اون مشکل رو باید رفع کرد. این در واقع ایدئولوژیک اندیشی است. حقیقت طلبی اقتضا میکنه که من از ایدئولوژیک اندیشی اجتناب بکنم، چون این که مسئله ای راه حل خاتم خودش رو، راه حل نهایی خودش رو یافته است و مکتبی خاتم المکاتب شده است، این در واقع با حقیقت طلبی ناسازگاری داره. بنابراین روشن فکری که بخواد کارکرد موفق داشته باشه باید حقیقت طلب باشه و اول علامت یک روشن فکر حقیقت طلب اینه که ایدئولوژیک نیست، معتقد است هنوز هم برای حل اون مسئله میتوان چشم انتظار راه حل های جدید بود و برای رفع اون مشکل میشه چشم انتظار راه رفع های جدیدی بود. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم اینه که روشن فکر غیر از آکادمیک، غیر از اکادمیسیان، غیر از استاد دانشگاهه. میشه کسی مثل خود دکتر اسلامی نوروشن هم استاد دانشگاه باشه، هم اکادمیسیان و یک شخص اکادمیک باشه و هم روشنفکر، ولی بالاخره روشنفکری غیر اکادمیسیان بودنه. میشه من هم نقاش باشم و هم ریاضیدان، ولی بالاخره نقاشی غیر از ریاضیدانیه، غیر از ریاضیاته. روشنفکر از آن رو که روشنفکر است باید به کاستن درد و رنج‌های انسان‌ها بها بده. بزرگترین ویژگی یک روشنفکر این نیست که تعداد کتاب‌ها یا تعداد رسالات یا تعداد مقاله‌هایی که در ژورنال‌های علمی و تحقیقی می‌نویسه افزایش پیدا کنه، اون شأن آکادمیک اوست،
و اونم شأن بسیار به جایی، اما از آن رو که روشن فکره فقط دغدغش باید کاستن از درد و رنج های نوع بشر و احیانا هم وطنان خودش باشه. بنابراین کاستن از درد و رنج محکی است که من میتونم با اون محک بفهمم چقدر فلان کس روشن فکره یا روشن فکر نیست. مثلا آکادمیسیانه، مثلا تکنوکراته، مثلا سیاست مداره. این که سیاست مداران رو ما از تکنوکرات ها جدا میکنیم و این دو دسته رو از آکادمیسیان ها جدا میکنیم و این سه دسته رو از روشنفکران جدا میکنیم، برای اینکه میدونیم شأن روشنفکری شأن خاصی است. جامعه بدون هیچ کدام از این چهار تا مؤلفه گذران نمیتونه بکنه، ولی مؤلفه روشنفکریش تفاوتش با مؤلفه های دیگه در اینه که فقط توجهش به کاستن از درد و رنج های مردمه. اینم ویژگی سوم. ویژگی چهارم یک روشنفکر اینه که روشنفکر نباید سخنگوی مردم باشه، نباید نماینده مردم باشه. اگر شخص روشنفکر خواست سخنگوی مردم باشه و نماینده مردم باشه، گویا تصورش بر اینه که مردم همه بر حقند، فقط مورد ظلم واقع شدن، من نماینده و سخنگوی این انسانهای بر حقم که چون مورد ظلم واقع شدن من میخوام بیام حقشون رو بگیرم، جور و جفا و ظلمی که برشون شده رو از بین ببرم. و اگر اینجور شدید، شما باید نسبت به رژیم‌های سیاسی، اگر چون این روشنفکری باشید، باید نسبت به رژیم‌های سیاسی نهایت موضع انتقادی رو داشته باشید، ولی نسبت به مردم کاملا مجیزگو باشید. اصلا باید چاپلوسی مردم رو بکنید، چون باید به مردم گویا بگید که شما که همه بره های معصوم بیگناه نازنینی هستید، حیف که یه 10,000 گرگ اون بالا بر مقدرات شما حاکم شدن. ولی هرگز چنین نیست. اگر 1,000 تا گرگ در بالا هستن، به خاطر اینکه 75 میلیون گرگ کوچکتر ممکنه وجود داشتن، از میانشون اون گرگ های بزرگتر برآمدن. بنابراین روشنفکر به جای اینکه نمایندگی مردم رو بکنه و سخنگویی مردم رو بکنه، باید داوری مردم بکنه. یعنی باید به مردم بگه که درست است که رژیم سیاسی حاکم بر جامعه شما یا مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه شما سالم نیست، ولی همه عدم سلامتش به جهت اینه که خودتونم در درون خودتون چندان سالم نیستید. جامعه ای که شهروندانش همه به لحاظ درونی و فرهنگی سالم باشن، محال اقتصادش ناسالم باشه، محال سیاستش ناسالم باشه. و این همون چیزیست که همین الان از قول آقای دکتر اسلامی ندوشن هم بهش اشاره شد. من سالها قبل در یک سلسله درس‌هایی این نکته رو در مورد دکتر اشاره کرده بودم، نزدیک 14 سال پیش، که دکتر محمد علی اسلامی ندوشن از اونهاییست که میداند که اصالت از آن سیاست نیست، برخلاف کسانی که لیبرالی میاندیشند، و میداند که اصالت از آن اقتصادم نیست، برخلاف کسانی که سوسیالیستی میاندیشند. اون میدونه که فرهنگ درون خود ماست که میوش میشه یک سیاست فاسد یا میشه یک اقتصاد ناسالم. و بنابراین اگر بناس اقتصاد ما و سیاست ما فاسد نباشند و سالم باشند، باید درون خود ما متفاوت بشه. و این درون ما متفاوت بودن یعنی اصالت رو به فرهنگ دادن و فهمیدن که اخلاق ما و امور روانی ماست که باید یه دگرگونی های درش پدید بیاد. بنابراین من اصلا نباید مجیز مردم رو بگم، من اصلا نباید بگم مردم ما شریفترین مردم جهانن، فلانترین مردم جهانن. شریفترین مردم جهان نمیتونن یک نظام اقتصادی ناسالم داشته باشن، نمیتونن یک نظام سیاسی ناسالم رو تحمل کنن. اگر جامعه بخواد سلامت سیاسی و سلامت اقتصادی و سلامت در نهاد خانواده و سلامت در نهاد حقوق و سلامت در نهاد تعلیم و تربیت و سلامت در نهاد دین و مذهب و سلامت در همه نهادهای هشتگانه اجتماعیش درست باشه، باید تک تک افرادش کمابیش به مرمت درون خودشون بپردازن، اخلاق خودشون رو و امور روانی خودشون رو مورد بازنگری قرار بدن. و این یک
ویژگی یک روشنفکر موفقه که توجه بکنه که ام الفساد در درون خود ماست. عنایت میکنید؟ در درون خود ماست. چیزی که تجلی بیرونیش میشه سیاست ناسالم، تجلی بیرونیش میشه اقتصاد ناسالم و بقیه چیزا. اینم ویژگی در واقع چهارم. ویژگی پنجم یک روشنفکر واقع بینیه. ما نمیتونیم از انسانها انتظار چیزهایی داشته باشیم که در وسعشون نیست. البته که ما راضی نیستیم به آن چیزی که در خود ما و در انسانها هست، ولی در این حال باید واقع بینانه نقادی کنیم. نمیشه از مردم چیزی رو خواست که عموم مردم، اکثریت مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم در توانشون نیست رسیدن به اون مرحله. بنابراین شأن تغییر فرهنگی در مردم باید کاملا معطوف باشه به واقع بینی انسانها. از انسانها واقع بینانه باید انتظار داشت که فراتر برون از اون چیزی که هستن، نه رؤیا پروری ها و خیال پردازی هایی درباره انسان مجهول بکنیم و اینو بخوایم این رؤیاها رو مردم واقعی گوشت و پوست و خوندار محققش بکنن. خب از عهده‌شون بر نمیاد. بنابراین یوتوپیاها و خیال پردازی ها و رؤیا پروری ها اینا شأن روشنفکر رو از درجه توفیق محروم میکنه. ویژگی بعدی که فقط بهش اشاره میکنم اینه که روشنفکر باید به انسانهای گوشت و پوست و خوندار توجه بکنه. هر چیزی جانشین این انسانهای گوشت و پوست و خوندار شد، دیگه در واقع روشنفکر دیگه روشنفکر نیست. ما فقط باید در اندیشه انسانهایی باشیم که به دنیا میان، رنج میبرن و از دنیا میرن. اگر به جای این که به اینها بپردازیم، نزاع بین مکاتب رو پیش بکشیم و اگر به مفاهیم انتزاعی بلا مساق بپردازیم، بگیم بحث بکنیم درباره تمدن، درباره فرهنگ، درباره دین، درباره مذهب، نظام، جامعه، اینا یک سلسله مفاهیم انتزاعی هستند. این مفاهیم انتزاعی ممکنه ما را غافل کنند از خود این انسان‌های گوشت و پوست و خوندار. بنابراین به جای اینکه بحث بکنیم درباره این مفاهیم انتزاعی، باید بحث بکنیم که چه کاری می‌شود کرد که از درد و رنج این انسان‌ها بکاهیم. بنابراین مفاهیم انتزاعی رو به جای انسان‌های غیر انتزاعی و انضمامی و عرض کنم که فکتوال نشاندن، به نظر میاد کارکرد ما رو ناموفق می‌کنه. ویژگی بعدی که باز من یادداشت کردم در اینجا خدمت سروران بگم اینه که روشنفکر کسی است که هر وقت می‌بینه شبه مسئله ای در اذهان مردم داره جای مسئله رو می‌گیره، نشان میده که آقا شما رو دارن با شبه مسئله ای سرگرمتون کردن. چون همیشه اون کسانی که بدخواه من و تو هن، بدسگالان انسانیت، چه رو سیاست مدار باشن، چه عرض کنم که اقتصاددان باشن، چه فعال در عرصه تجارت باشن، در عرصه صنعت باشن، در هر اگر بخوان من و تو به درد و رنج واقعی خودمون توجه نکنیم، شبه مسئله های میافرینن و سرگرم میکنن من و تو رو به اون شبه مسئله ها. تشخیص این که این مسئله ما نیست، این یه شبه مسئله است که کسانی تراشیدن، درست مثل کسی که میخواد سخنی تو مجلس گفته نشه، اون وقت از اول مجلس تا آخر مجلس حرف میزنه تا یه وقت یه لحظه سکوت پیش نیاد و یه کسی یه سخنی بگه که به زیان او باشه. فراوانن کسانی که خیلی حرف میزنن برای ما، برای اینکه اون حرف اصلی یه وقتی به ذهن کسی خطور نکنه. تفاوت گذاشتن بین مسئله و شبه مسئله و اون اینکه مسئله ما این نیست، مسئله ما چیز دیگری است، ما را نبرید به یه چیزهایی که شبه مسئله هست. و شبه مسئله دو چیز شبه مسئله است: یکی اون چیزی که وقتی حلم بشه زندگی ما درش تفاوتی ایجاد نمیشه. اگر کسی شما رو با مسئله مشغول کرد که این مسئله قبل از طرحش در ذهن شما و بعد از طرحش در ذهن شما زندگیتون عملا فرقی نمیکنه، و اگر اون قبل از اینکه جواب پیدا کنه با بعد از اینکه اون مسئله جواب پیدا میکنه بازم زندگیمون عملا فرقی نکرد، و اگر جواب اون مسئله ایکس باشه با وقتی جواب اون مسئله ایگرگ باشه بازم زندگیمون عملا فرقی نمیکنه، اون وقت میفهمیم ما با شبه مسئله سر و کار داریم. مسئله اونه که وقتی به ذهنم خطور نکرده بود با بعد از اینکه به ذهنم خطور میکنه زندگیم عملا داره متفاوت میشه.
قبل از اینکه جوابش رو پیدا کنم با بعد از اینکه جوابش رو پیدا بکنم زندگیم عملا متفاوت میشه. و اگه جواب اون مسئله X باشه با وقتی جواب اون مسئله Y باشه زندگی من عملا متفاوت میشه. حالا شما ببینید چقدر چیزهایی به ما میاموزن که هیچ کدوم از این سه تا ویژگی رو ندارن و اینا شبه مسئله است. ما را با شبه مسئله مشغول کردن کاریست که در طول تاریخ همه بدسگالان، بداندیشان و بدخواهان بشریت داشتن. روشنفکر به عنوان کسی که یه نوع رشد فکری داره که لااقل در متوسط مردم ممکنه نباشه، باید یک حواس جمعی داشته باشه و اون که یه وقتی یه کسی یه شبه مسئله ای تو دست و پای مردم نندازه تا مردم از مسئله اصلی خودشون غافل بشن. اینم مسئله بعدی که بود خدمت من. مسئله بعدی هم این که روشنفکر باید بین انسان‌ها هیچ مرزی ایجاد نکنه. هر که بین انسان‌ها مرز ایجاد کرد و گفت شما این طرف هستید و اونا اون طرف هستن، این فقط خیانت کرده به انسان‌ها. این مرز رو ممکنه روحانیون ایجاد کنن بین پیروان ادیان مختلف، بین پیروان مذاهب مختلف. ممکنه این مرز را صاحبان مکتب‌ها ایجاد کنند بین کسانی که سوسیالیست هستند یا نیستند، لیبرالند یا نیستند. ممکنه نژادپرستان این مرز را ایجاد کنند بین کسانی که سفیدند یا ناسفیدند. ممکنه ناسیونالیست‌ها ایجاد کنند بین کسانی که یونانی‌اند یا غیر یونانی، ایرانی‌اند یا غیر ایرانی. هر چیزی که ما انسان‌ها را غیر از عنوان انسان بودن به عنوان دومی بده، این بین ما جدایی ایجاد می‌کنه. ما همه فقط انسانیم و بنابراین هیچ مرز دیگری نباید ایجاد بکنن. من مخصوصا تأکید میکنم بر این که این مرزها فقط ما نباید حساس باشیم که چرا بعضی اومدن به اسم دین و مذهب بین مردم شکاف انداختن. به اسم ناسیونالیسم هم میشه بین مردم شکاف انداخت، به اسم مکاتب دیگه هم میشه بین مردم شکاف انداخت. ما روشن فکر رو موفق دیده ایم و میبینیم که بین مرز انسان‌ها همه 7 میلیارد، چه میگم 7 میلیارد، همه انسان‌هایی که از بدو تاریخ بشر تا انتهای تاریخ بشر ظهور خواهند کرد، اگه همه اینها را فقط با یک عنوان نگاه بکنه، انسانن اینا. همین این مرزگذاری‌ها مخصوصاً در دنیای ظریف و لطیف امروز ما، مخصوصاً در دنیای ترد و شکننده‌ای که امروز ما پیدا کرده‌ایم، مخصوصاً در دنیایی که دهکده جهانی به حق نامیدندش، این مرزگذاری‌ها جز خطرخیزی‌هایی که بعد از اینکه وقوع پیدا کرد اون خطرها دیگه هیچ کس نمیتونه جلو وقوع و انتشار اون خطرها رو بگیره، جز خطر برای ما نداره. من به نظرم میاد ما باید حواسمون جمع باشه که ما هیچ مرزی رو نمیپذیریم. ما با همه به عنوان انسان رفتار میکنیم و فقط به دنبال اینیم که ظلمی بر کسی نره، درد و رنجی بر کسی وارد نشه. اون درد و رنج رو اگه هموطن من ایجاد بکنه جلوش میایستم، اگه غیر هموطن من هم ایجاد بکنه جلوش میایستم. ظلم رو اگر همکیش و هم مذهب من ایجاد بکنه باید جلوش بایستم، اگه غیر همکیش و هم مذهب من هم ایجاد بکنه، هم نژاد من، هم قوم من، هم زبان من و هر همه دیگه. و اما آخرین ویژگی هم اینه که روشنفکر باید آسان سخن بگه، نه سطحی اما آسان. علت میکنی؟ این آخرین مثال رو میزنم. من بارها و بارها گفتم یک پزشک اگر من یک بیماری صعب العلاج پیدا کنم که پزشک خودم موفق نباشه در بیماری من و تشکیل یک کمیسیون پزشکی رو پیشنهاد بکنه، حالا وقتی دور بستر من این کمیسیون پزشکی تشکیل بده، اگر من یک جمله از حرفای این پزشکان رو نفهمم که دارن با هم این آقایون و خانم‌های پزشک با هم صحبت می‌کنن، اگر یک جمله از حرفاشون هم نفهمم، کما اینکه معمولا آدم نمی‌فهمه از بس اصطلاحات لاتین و فرانسه و انگلیسی و فلان و بهمان به کار می‌برن، اما اگر یک جمله از حرفای کل این کمیسیون پزشکی رو هم من نفهمم ولی تشخیصشون درست باشه، داروشون منو خوب می‌کنه. یعنی اون قرص و کپسول و آمپول رو عرض کنم که شربتی که به من میدن منو علاجم میکنه. بنابراین علاج شدن من به اینه که اونا تشخیصشون درست باشه، نه اینکه لزوما منم از حرفاشون سر در بیارم. ولی جامعه اینجوری نیست. جامعه روشنفکرانش نمیتونن یک کمیسیون پزشکی تشکیل بدن و حرفایی با هم بزنن که خود این مریض
خود این بیمار یعنی خود این جامعه عقب مانده نفهمه و بعد بگن خب حالا شربتمون مؤثر میفته، آمپولمون مؤثر میفته، به محض اینکه نابسامانی های ما از جسممون دیگه وارد ذهنمون یا روانمون یا مناسبات اجتماعیمون شد، اینجا دیگه بیماران فقط به شرطی درمان میشن که هم تشخیص درست باشه و هم خودشون حرف پزشکشون رو بفهمند. اگر ما حرف پزشکمون رو نفهمیم فقط تو بیماری های جسمی ضرر نمیزنه، ولی تو بیماری های ذهنی، بیماری های روانی و بیماری های مناسباتی یعنی بیماری های اجتماعی باید کمیسیون پزشکی رو بیمار حرف همشون رو بفهمه. و برای اینکه حرف همشون رو بفهمه، روشنفکران نباید برای خودشون یه ژارگون، یک زبان اختصاصی، یک تکنیکالیتی داشته باشن که اینو مردم نمیفهمن. روشنفکر در عین اینکه باید عمیق فکر بکنه، باید فکر عمیق و ژرف خودش رو به ساده ترین زبان ممکن بیان کنه تا پدر و مادر بی معلومات منم فهم کنن که بیماریشون چی بوده. وگرنه اگر بگیم یه بیماری داشته شما نمیخواید بفهمید بیماریتون چیه، فقط این نسخه رو عمل کنید، اون نسخه ها که دیگه عمل کننده نیستن. از این لحاظ من به نظرم میاد روشنفکران موفق همیشه، چه در جریان روشنفکری آلمانی، چه در جریان روشنفکری فرانسه، چه در جریان روشنفکری انگلیسی که سه حوزه جدی روشنفکری در دنیا بودن، و چه در کشورهای مثل ما، روشنفکر باید عمیق‌ترین سخنان رو، عمیق‌ترین درد شناسی ها و عمیق ترین درمانگری ها رو به ساده ترین زبان بیان کنه که هممون بفهمیم پس دردمون چی بوده که داشتیم اینقدر مینالیده ایم. من به نظرم میاد این ویژگی ها تا حد فراوانی همه این نقطه ویژگی که عرض کردم در دکتر هست. من به عنوان یک شاگرد خیلی مفتخرم که هم در جلسه‌ای که اساتید من حضور دارن و هم در جلسه‌ای که به پاس بزرگداشت یکی از بزرگترین خادمان فرهنگ ما تشکیل شد، تونستم چند کلمه‌ای فقط از باب عرض ادب و عرض سپاس به این مرد بزرگ بیان کنم. و سلام.